بینندگان عزیز و ارجمند یو اس ایران تیوی، اجازه بدید که از تهران بزرگ در استودیوی بازگشت میدیا به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در سراسر جهان. من جلیل مرتضوی هستم. امروز یک شنبه دوم مرداد 1401 خورشیدی و برابر است با 24 جولای 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. از تمام عزیزانی که این برنامه را به طور مرتب به تمام دوستان میفرستند، بعضی از دوستان آنها را در سایت های مختلف پخش میکنند و هر روز ما دوستای جدیدی پیدا میکنیم، ولی نمیدونم چرا این سابسکرپشن ما بالا نمیره. در حال حاضر 9000 خورده ای 9000 نمیدونم 400 چیشی آخرین بار که دیدم. دوستان یک کاری بکنید که وقت برنامه رو میبینید حداقل سابسکرایب بشید، لایک بزنید، همه اینا تا برسیم به مرز 10000. وقتی به 10000 رسیدیم دیگه یک کمی خیالمون راحته که از موقع نوتیفیکیشنی که از طرف یوتیوب به ما میاد. به هر حال دوستان همونطور که یاری کردید، کمک کردید، این کار رو ادامه بدید به طور مداوم، چون خیلی مهمه که حرفای ما به دوستای جدید هم برسه، چون شما ایران دوستان تنها راه ارتباط ما با دنیای خارج هستش. به هر حال سپاسگزارم از مهر و محبت همیشگی شما و از پیام‌های مهرآمیزی که همیشه برای ما می‌فرستید. اما دوستان قبل از هر چیز اطلاع حاصل کردیم که سرکار خانم مهین صمدی که از یاران خوب این برنامه هستند، پدر گرامی خودشون از دست دادند. ما این مصیبت بزرگ را به خانم صمدی تسلیت میگیم، امیدوارم که غم آخرشون باشه. از طرف خودم تمام برای بچه ها در یو اس ایران تیوی و تمام ایران دوستان که چون خانم مهین صمدی را که در تمام این پروژه های خوب این برنامه همیشه همراه ما بودن میشناسن، به هر حال خانم صمدی من خودم شخصا به شما تسلیت میگم. امیدوارم که خداوند به شما صبر و شکیبایی بده. و اما دوستان گرامی، خیلی جالبه که خدمتتون بگم این پروژه بزرگ درمانگاه آبادان که یه چیزی واقعا عظیمی داره در اومده و شما کمک کردید و همچنان کمکتون رو میفرستید. دوستانی که لطف میکنن وقتی پول واریز میکنن رسیدارم برای ما میفرستن که ما مرتب حساب کتاب داشته باشیم، از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. 2 میلیارد تومانی که باید ما جمع بکنیم تا این درمانگاه هر چه زودتر تموم بشه تا بیاری هموطنان نیازمند که در این درمانگاه مورد معالجه قرار خواهند گرفت، به ویژه اونهایی که احتیاج به عمل جراحی دارن، همه اینا رایگان انجام خواهد گرفت. خوشحالم که خدمت شما بگم یکی از پزشکان خوب و عزیز ما دکتر حمید در امریکا که جراح فک و صورت هست، ایشون از حالا آمادگیش اعلام کردن. به محض اینکه درمانگاه تأسیس بشه ایشون اولین پزشک از خارج خواهند اومد که اونجا جراحی های مورد نیاز هموطنان رایگان انجام بده. البته دکتر حمید همیشه در پروژه های ما شرکت کرده، کمک کرده، از اسپانسرهای خوب این برنامه است که ما از این پزشک واقعا ایران دوست صمیمانه سپاسگزاریم. و پزشکای دیگه هم میتونن همچنان آمادگی خودشون رو به ما اعلام بکنن، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران. و از همه شما عزیزان که تا الان کمک کردی سپاسگزاریم. دوستان باز هم به کمک های شما احتیاج داریم، چون این درمانگاه دلم میخواد تا زمانی که ما هستیم اینجا تمومش کنیم و با خیال راحت برگردیم.
به هر حال سپاسگزارم از محبت‌های همیشگی شما عزیزان. دوستان، سفر اردوغان به تهران، همچنین سفر پوتین به تهران، رئیس جمهور ترکیه و روسیه، همچنان بازتابش در امریکا به ویژه در کنگره. میدونید که آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه که عضو ناتو هست، اخیراً دولت آقای بایدن اعلام کرده بود که هواپیماهای پیشرفته F-16 را به ترکیه میفروشه. کنگره سخت عصبانیه، میگه که اردوغان زمانی به عنوان همپیمان و همچنین عضو ناتو با کسانی رابطه برقرار کرده و به دیدار اونها رفته که هم روسیه هم ایران هر دو منزوین و تحریمند، و حالا ایشون رفته تو تهران با رهبران ایران و روسیه ملاقات کرده. بنابراین در مجلس نمایندگان امریکا خلاصه گرد و خاکی را انداختن که این هواپیما را ممکنه به اینا ندیم. آقای اردوغان هم اعلام کرده که منم جلوگیری میکنم از ورود سوئد و فنلاند به ناتو. خلاصه این کشمکش اونجا ادامه داره، نشون میده که بازتابی که این سفر و مسائلی که در ایران مطرح شده همچنان مورد توجه غربی ها هستش. حالا در این وسط باز هم این کنفرانس امنیتی که در اسپن کالورادو بوده، باز هم راجع به می نویسن بیشتر دیدگاه های صهیونیستا را. جفری گولبرگ، سردبیر نشریه اتلانتیک مانتلی یعنی ماهنامه اتلانتیک، که اون مصاحبه که با وزیر دفاع انجام داده، باز هم این مسئله را مطرح کردن که از وزیر دفاع پرسیدن که آیا شما میتونید به تنهایی از اتمی شدن ایران جلوگیری کنید. ایشون گفتش که ما داریم خودمون آماده میکنیم، ولی این مشکل ما تنها نیست، این مشکل جهانیه و امریکا هم باید با ما همکاری بکنه. باید همه که یک همکاری دفاعی با اینها جدید امضا کردیم و با هم سر این مسئله مرتب تبادل نظر میکنیم. حالا جالبه که اینا وقتی این مسئله رو میگن اتمی ایران مشکل جهانیه، هنوز ایران که اعلام کرده که اتم که نداره، خود اینا میدونن. و با توجه به صحبتهایی که دکتر خرازی با شبکه الجزیره کرده، هنوز اون رو دارن مطرح میکنن که مشاور رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما تواناییشو داریم، فقط تصمیم نگرفتیم کی بمب بسازیم. حالا اینا تصمیم نگرفتن کی بمب بسازن، دنیا میدونه که اینا ندارن، ولی اون کسانی که داره دنیا نگران اینها نیست. خود اسرائیل که 200 بمب اتم داره هیچ که نگران اونها نیست. چرا؟ چون اونها خودی هم باید داشته باشن. هیچ که نگرانی اونها نیستش. اگر واقعا اتم خوبه، این مسئله فکر کنم قبلا هم توسط مقامات ایرانی در گذشته مطرح شده که اگر بمب اتم خوبه، خب چرا ما نداشته باشیم؟ اگر بده، شما چرا دارید؟ اسرائیل که 200 بمب اتم داره، عضو MPT هم نیستش. آژانس بین‌المللی اتمی هم که مرتب تمام اطلاعات به اونا میده، سوال نمی‌کنه که آقا شما که دارید و اجازه نمیدید که هیچ بازرسی بیاد اونجا ببینه چه خبره. حیاتون باشه چندین سال پیش یکی از کارکنان نیروگاه های اتمی، اسمش الان خاطرم نیست، که اومد اعلام کرد که اسرائیل چقدر بمب داره، فرار کرد رفت انگلیس. موساد بعد از چند سال رفت اونو روبود و آورد تو اسرائیل. 18 سال زندان بود سر حرفی که زده بود، و اون حرفم درست بود دیگه، 18 سال زندان بود. فکر کنم هنوزم دیگه خروج از کشور رو نداره.
برحال همیشه داستان اینه دیگه، چون اونایی که خودیان اشکال نداره. ولی خوشبختانه خبر خوبی که دارم با آن اینه دوستان، ایران در جایگاهی هستش دیگه به اینجور چیزا اهمیتی نمیده، چون همینقدر که ایران تو منطقه قدرت اوله، خود اینا هم دارن میگن دیگه ایران تو منطقه قدرت اوله. حالا این مکرون، حالا ببینید کارمون به جایی رسیده، حالا مکرون داره به ما نصیحت میکنه، میگه آره من تعجب میکنم، توصیه میکنم که چرا ایران هرچه زودتر این مذاکره برجامو انجام نمیده، چرا این پیشنهادهایی که شده قبول نمیکنه، من توصیه میکنم هرچه زودتر این پیشنهاد قبول بکنن. حالا خانم ویکتوری نولن که معاون وزیر خارجه امریکا است، ویکتوری نولن یکی از اون کسانی که کارشناس شرق اروپا هم هستش، تمام اون انقلابای مخملی زیر نظر این خانم انجام می شده، از جمله کارهایی که در اوکراین. همین خانم بود که از دانش در رفت، گفت امریکا آزمایشگاه ویژه در اوکراین داشت. اینو فاکس از قول همون ویکتوری نولن چندین بار اعلام کرده که اونا می گفتن نه این اشتباه لوپی بوده. اشتباه لوپی چیه؟ اونم کجا؟ در کمیته خارجی سنا بود این خانم صحبت میکرد، همه چی رسمی بوده. منظورم اینه که ایشون هم میگه ما تعجب میکنیم که چرا ایران این بسته ها رو قبول نمیکنه که هم نفتش آزاد تو بازار بفروشه و بعضی از تحریم هم رد بشه. خب ایران هم گفته که اگه ما قرارداد اتمی بسته بودیم، برجام امضا کرده بودیم، شما همین جریان باید برگردید عقب، تمام قراردادهایی که بسته شده بود شما باید انجام بدید، شما باید برگردید، ما که از برجام نرفتیم بیرون، شما رفتید بیرون، پس بنابراین شما باید تمام قدم ها را بردارید و ما راستی آزمایی میکنیم. شد شد، نشد نشد، ما دیگه چیزی از دست نداریم بدیم. من فهم میکنم که اینا هنوز در حول هوش فکرهایی هستن که دیگه از اون موقع تا الان باید به این نتیجه رسیده باشن که نمیشه. اگه به نفت احتیاج دارین، خب ایران که نفتشو میفروشه و ایران هم میگه دیگه بدتر از این نمیشه، ما هر چقدر تحریم بوده همه رو دیگه پشت سر گذاشتیم، کشور ما عادت کرده، ما به این شکل داریم میدیم جلو. حالا در آینده اگر بهتر از این شد چی بهتر، هم نشد ما به این قناعت میکنیم. خیلی جالبه دوستان، بعضی از مسائلی که داره اتفاق میفته عجیب انعکاس فوق‌العاده جالبی پیدا کرده، چون در جهان الان صحبتهایی میکنن این تلویزیون های ایران سیتی که صبح تا شب دارن همین چیزهایی پیش با افتاده که نمیدونم دو سه تا زنا اومدن نمیدونم بینا گفتن روسریتون رو سر کنید فلان، اینا اینا مثل اینکه در تهران نبودن یا شهرهای بزرگ. دوستان خودتون بیایید ببینید تو خیابونا چه خبره، اصلا کسی به این چیزا اهمیت نمیده، ولی وقتی روی برنامه دارن یه کارایی میکنن، بله اونجا موزه است، چون میدونی که اینها با یه ماموریتی اومدن. همین دیروز اعلام شد که یکی از مخفیگاه های موساد که جاسوس داشته در ایران، اینها دستگیر شدن. این جاسوس ها که توسط منافقین، همین منافقینی که در فرانسه هستش، همه اینها نوکرای موسادن. اینها یک جریانی در تهران داشتند و شهرهای دیگه، گویا از طریق منطقه کردستان عراق وارد ایران شده بودند. و چقدر اسلحه و مواد واقعا منفجره از اینها به دست اومد که فکر میکنم که داردسته های موساد اینا را شدیداً نگران کرده، چون مطالبی که دیروز در جروسلم پست نوشته بودن و گزرام نوشته بودن، گفته بودن که آره نیروهای امنیتی سپاه اینها را کشف کرده، همه را دستگیر کرده، چند ماه بود رو این کار میکردن. خب الان اونها یک کمی نگرانن که با دستگیری اینها ممکنه جریانات دیگری هم
در لابلای اینها کشف خواهد شد که فعلا رسانه‌ای نشده و محض اینکه رسانه‌ای شده حتما من شما را در جریان خواهم گذاشت. خلاصه همه اینا دست به دست هم داده دوستان در این هول و هوش که ایران تو منطقه حرف اول زده و میزنه و این قرارداد نمیدونم ابراهیم و ایران اینا فعلا کشک رو هواست. همین الان اعلام شد دیگه، خود عربستان سعودی هم اعلام شد که از ایران خواسته و به زودی وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه عربستان در بغداد وارد یک مذاکره رسمی کشوری میشن، چون تا الان دیگه این موقع محرمانه هم نخواهد بود چون رسمیه دیگه این مذاکرات. عربستان هم به این نتیجه رسیده تنها راه گفتگو و تنها راه رسیدن به یک تفاهم خوب و عالی و در منطقه مذاکره با ایرانه، راه دیگه براشون وجود نداره. اتفاقا در همین راستا میخوام خدمتتون بگم ببینید پت بوکنین در مورد اینا چه نوشته. دوستان پت بوکنین اومده یه مقاله ای نوشته که در چندین روزنامه امریکا چاپ شده از جمله نیوز مکس پریروز جمعه که میشه 22 جولای 2022. عنوان مقاله اینه پت بوکنین دیگه احتیاج به معرفی نداره، بارها راجع بهش صحبت کرد. پت بوکنین میگه که حرفای توخالی جو بایدن اون یه ذره آبرویی که امریکا داشت اونم از بین برد. میگه که ما همه جا میریم حرفایی میزنیم، هارتپورتایی میکنیم که در حقیقت واقعیت نداره و به ضرر امریکا داره تمام میشه. میگه یادتونه در دوران مبارزات انتخاباتی جو بایدن همه جا رو پر میکرد که آره من به محض اینکه رئیس جمهور بشم اولا عربستان را مثل یک کشور یاغی باش رفتار خواهم کرد و محمد ابن سلمان را رسما به عنوان قاتل قاشقچی معرفی خواهم کرد و جلوی خودشم خواهم گفت. گفت در حقیقت این مسائل درست عکسش پیش اومده. ما که 4-5 بار در خاورمیانه که جنگین و لشکرکشی کردیم و فلان هیچ کدوم به ما چیزی و یا چیزی به دست نیاوردیم، همه شکست بوده. میگه آخرینش همینه. جو بایدن سفری داشت به اسرائیل بعد رفت عربستان. در عربستان میگه که من با محمد ابن سلمان که ملاقات کردم به خودش گفتم که آقا من تو را قاتل قاشقچی میدونم. میگه نه آدمای خودمون یعنی امریکایی که اونجا بودن، نه خود عرب ها. میگه یه همچون صحبتی اونجا نشد که اینجوری که جو بایدن میگه. میگه البته جو بایدن معلوم از قدیم همیشه مدار بلوف میزد، یکی دو تا از بلوفاش هم گفته در گذشته که سالهای قدیم اتفاق افتاده. میگه حالا از این بگذریم چون ما میدونیم سر جریان ایران ما با ایران کاری نمیتونیم بکنیم، چون همینقدر که با روسیه نمیتونیم کاری بکنیم، چون این ما بودیم که روسها را تحریک کردیم برای جنگ، چون خود پوتین اعلام کرد که آقا شما بیاید بگید که اوکراین جزو ناتو نخواهد شد ما دیگه جنگی نداریم. گفت جو بایدن قبول نکرد این جنگ آغاز شد. حالا پت بوکنین میگه که اشتباه دیگری هم اینجا داره میفته که نباید بیفته اگر آقای بایدن یه سری به مسائل تاریخی و قراردادهای بین المللی ما نگاه بکنه. گفت اینا مرتب دارن میگن که آره کشور تایوان یک کشور مستقلیه و اگر چین بخواد یه کاری بکنه ما به کمک تایوان میدیم. گفت این اشتباه نه تنها غلطه بلکه غیر قانونی هم هست. گفت ما اون موقع وقتی با چین رفاقت برقرار کردیم اون موقع رسماً اعلام کردیم زمان نیکسون که از نظر ما تایوان جز چینه
و ما قرارداد دیگری هم امضا کردیم در زمان جیمی کارتر در سال 1979. و اون قرارداد این بود که اگر تایوان به کمک احتیاج داشته باشه، ما کمک میکنیم که اونها از خودشون دفاع کنن، نه که دخالت ما باشه، نه که ما وارد جنگ چیزی بشیم، بلی اگر نیازی بود ما به اینها کمک میکنیم که از خودشون دفاع کنن. همین خب آقای بایدن اگر اینها را به خوبی خونده باشه دیگه از این قولهای علکی نمیده. در پایان میگه، اینو پتپوکنی میگه، میگه بنابراین این صحبت ها و این حرف هاست که امروز ها دیگه کسی برای امریکا تره خورد نمی کنه، چون حرفایی میزنیم که این حرف ها حرف های توخالیه، نه از نظر قانونی درسته و از نظر شعایی هم که دیگه جای خود داره. این قسمت هایی از مقاله پتپوکنی، دوستان میرن اینو خودشون کاملش رو در نیوزمک و جاهای دیگه بخونن. جمعه 22 جولای 2022 پتپوکنین، نویسنده کتابای بستلر که خودشم از محافظه‌کاران جمهوری خواهه و طرفدار پوتین هم هستش. خلاصه پرزیدنت بایدن این هفته هفته خوبی نداشت. یادتونه تاکر کارلسن در یکی از برنامه ساز موفق فاکس تیویه، تاکر کارلسن اومد یه تفسیری بر علیه آقای بایدن کرده، میگه دوستا شنیدید مهمترین خبر روزو؟ آقای بایدن اعلام کرد که او کرونا گرفته. این مهمترین دستاوردی در این سفر به خاورمیانه است. میگه اومد رسما اعلام کرد که من کرونا گرفتم. هر کی هم کرونا میگیره شوخی نیست، کرونا یه چیزی خیلی بدیه، کشنده است، فلان، همه اینا. تاکر کارلسن میگه که به هر حال هر کی در دالاور زندگی میکنه، دالاور محل خونه آقای بایدنه، الان خوب تو کاخ سفید زندگی میکنه تو واشنگتن، ولی ایالت دالاور محل زندگی آقای بایدن بوده. میگه که به هر حال هر کی تو دالاور زندگی میکنه آلوده است و سرطان میگیره، همه اینا میدونن چون چیزهای شیمیایی اونجاست. و حالا آقای بایدن این کرونا را گرفته، کسی که 4 واکسن زده و به همه هم توصیه میکرد که آقا بدون واکسن نرید، اله کنید، بله کنید، ولی دیدیم آقای بایدن واکسن ها را هم زد، کرونا را هم گرفته. گفت این هم وضع کشور ما با این شعارهایی که میده، با این عملی که داره انجام میده. خلاصه بهتون بگم آقای بایدن، ولی خب گفتن که همسرش رو تست کردن، ایشون تو دالاوره نیومده واشنگتن، ایشون فعلا منفیه. ولی آقای بایدن حالا دوران، و اتفاقا تاکر کارلسن میگه، میگه بایدن در وضعیت بسیار دشواری به سر میبره، چون دوربری های آقای بایدن انقدر نگرانن، همه جا با نوارچسب و رنگ و منگ و زدن که این وقتی میره بالای صحنه یا میاد این بر، خلاصه راهروها رو گم نکنه، اتاقا رو گم نکنه، همه علامت گذاری کردن. اینو تاکر کارلسن میگه، حالا این به شوخی نوشته فلان، میگه به هر حال آقای بایدن نه تنها کرونا گرفته بلکه گمگیج هم شده. حالا اون البته قبلا هم میگفت. به هر حال حالا ببینیم چی میشه دیگه، فعلا واشنگتن این مشکلات هستش. خب دوستان یه مطلبی خوندم در لس آنجلس تایم، این خیلی مهمه و تا حدودی هم به ما ارتباط داره، الان بهتون میگم چرا. روزنامه لس آنجلس تایم جمعه 22 جولای 2022 مطلبی داره به قلم کریستوفر روفو، یکی از کارشناسان ارشد مؤسسه منهتنه و سردبیر نشریه سیتی فوکس. کریستوفر روفو میگه که به تمام مدارس لس آنجلس رسما اعلام شده، به تمام معلم‌ها، که آقا بعد از این دیگه
شما باید بچه ها را تشویق کنید به آن چیزایی که دوست دارن. اگر بچه به شما مراجعه میکنه که آقا من بچه دختره میگه من پسرم، نگران نباشید. اگه میخواد بره من میخوام به دستشویی پسرها بگم، هیچ اشکالی نداره برو. اگر پسری میخواد به دستشویی دخترها بره میگه من احساس میکنم دخترم، نگران نباشید بذار بره. بنابراین این جریان LBGA و تمام بیبندوباری هایی که هستش میگه اینها برابر دستور اولین بار شهرداری لس آنجلس قانون کرده و میتونن بچه ها برابر اون قانون استفاده بکنن. این خودش یک هرج و مرج به وجود آورده و در سراسر امریکا هم دعوا بر سر این خواهد بود، به ویژه در ارتباط با انتخابات میان دوره مجلس. ببینید الان کنگره امریکا یعنی مجلس نمایندگان تصویب کرده که ازدواج همجنسگراها قانونیه، ولی این باید سنا هم تصویب بکنه. سنا که 50-50 فعلا، فقط با یک آرای معاون رئیس جمهور از نظر قانون میشه اکثریت با دموکرات، و این قانون الان در سنا معلق مونده چون جمهوری خواها میترسن اگر به این رأی بدن فردا اوانجلستا در انتخابات پدر اینا رو در میارن. تمام اوانجلستا ناراحت و خشمگین به سناتورهای خودشون مراجعه کردن که آقا به هیچ وجه ما نمیخوایم ازدواج همجنسگراها قانونی بشه، و اونا از اول هم مخالف بودن. برای همین ازدواج همجنسگراها هرگز تصویب نشد قانون ریاست جمهوری، چون اینا ترس دیگه شون اینه که چون آقای تامس یکی از قاضی های دیوان عالی کشور در امریکا اعلام کرده که شاید به زودی دیوان عالی کشور همطور که سخت جنین رو غیر قانونی اعلام کرد میتونه ازدواج همجنسگراها هم همینطوری غیر قانونی اعلام بکنه. بنابراین اتفاقا صحبتی که دو سه روز پیش آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اعلام کرد در ارتباط با بیبندوباری و ناهنجاری در جامعه و بداخلاقی، ایشون گفتش که تمام ادیان ابراهیمی همه در یک سو هستند نسبت به این موضوع و باید به کمک همدیگه بی. الان ببین همین صحبت هایی که آقای رئیسی کرده الان در امریکا روی این بحثه و اوانجلستا شدیداً جلوی این وایستادن که جلوی بیبندباری و هرج و مرج در جامعه رو بگیرن، چون اونا معتقدن که ازدواج فقط بین یک مرد و یک زنه با تشکیل خانواده. اونا هرگز نپذیرفتن، چون اونم دستور ریاست جمهوری بوده از زمان اوباما، و از حالا هم جنگ در امریکا سر این شروع شده. به نظر میرسه که در انتخابات میان دوره این مسئله حل خواهد شد، یا اونهایی که نمایندگی حزب جمهوری خواه را میکنن میان تو مجلس همه اینا رو به هم میریزن، و حتی اگر به همین شکل هم بمونه دیوان عالی کشور اعلامیه صادر خواهد کرد که این از نظر قانون بین سراسری غیر قانونیه، اینو باید ایالت به ایالت تصمیم بگیره. فکر کنم همونم خواهد شد، حالا ببینیم تا چند ماه آینده. بنابراین چیزی که در ایران اتفاق افتاده در امریکا جنگش شروع شده. اینو من مرتب دارم رصد میکنم، در برنامه آینده راجع به این صحبت خواهم کرد. و اما دوستان آخر مطلب اینه که این مطلب میمونده دل منو به درد آورد، و آن اینه که یکی دو تا از پزشکان خوب ایرانی در خارج حتی صحبت های اون موقع با من میکردن، از آقای خیراندیش که یک حکیم واقعا واقعی در ارتباط با طب سنتی، خیلی چیزایشون گفته درست از آب در اومده، خیلی ها رو مالجه کرده فلان، ولی یکی از دوستای ما در سوئد یک کلیپی درست کرده برای ما، حالا براتون پخش میکنم.
این پزشک خوب و عالی قدر، همین طب سنتی دیگه، از اون پزشک کلاسیک نیست آقای خیراندیش، این همه کارهای خوب، ولی مطبشو مهرپوم کردن، بستن، چون میسون که بعضی از پزشکا حالا چه شکایتی داشتن. برای من خیلی عجیبه که کسی که داره کار خوب انجام میده طب سنتی، چون طب سنتی نه بیمه پولشو میده، هر کسی میده پیش طب سنتی خودش پولشو میده، و شکایتی هم من ندیدم از طرف هیچ مریضی که به ایشون مراجعه کرده. در خیلی جاها از ایشون کوت میشه اینا، ولی خلاصه اینو فرستاده. حالا اینو من براتون پخش میکنم و با پخش اینم من از شما خداحافظی میکنم. دوستان، منتظر کمک های شما هستم برای این درمانگاه که در آبادان داریم درست میکنیم. با کمک شما این باید به زودی تموم بشه و من ممنونم از کمک های شما. با پخش این برنامه هم من از شما خداحافظی میکنم. خدا یار نگهدار همه شما باد. سالی برای قهرمان شدن تمرین میکند در مدرسه خصوصی تنیس. This is the tennis ball and این توپ منه، این هم راکت. برای دوره آموزشی. کودکی 10 ساله از خانواده ای ثروتمند در نیوزلند. او از زمان تولد تا همین اواخر نمیتوانست هیچ غذایی بخورد، حتی شیر مادر را. مادر سالی چند پرستار استخدام کرده بود تا با گرفتن دست و پای کودک به زور به او غذا بدهند. نوعی پوره ذرت از آمریکا برای سالی ارسال میشد، اما همه آنها را با استفراغ بیرون میریخت. بهترین پزشکان دنیا هم نتوانستند مشکل این کودک را حل کنند. نه در نیوزلند و نه در استرالیا، سوئیس و کشورهای دیگر و حتی آمریکا. تصمیم گرفتم بهترین دکتر آمریکا و کشورهای دیگر رو ببینم، چون فکر میکردم پسرم به زودی میمیره. بهترین متخصص در مشهورترین بیمارستان اطفال اونجا پسرم رو معاینه کرد. من فقط برای یه آزمایش در آمریکا $20,000 پرداخت کردم. متخصص اطفال، گوارش، داخلی، تغذیه، هر کدوم اومدند و نظری دادن، اما همش اشتباه بود. اوضاع سالی هر روز بدتر می شد، اما پزشکان حتی بیماری او را تشخیص نمی دادند. یکی می گفت فقط حساسیت است. دیگری می گفت بیماری ژنتیکی دارد. یکی از پزشکان هم می گفت باید معده سالی را سوراخ و برای فرستادن غذا به داخل آن لوله ای نصب کنیم. مادر رضایت نداد، تا اینکه با یکی از فعالان طب سنتی آشنا شد و با توصیه او به ایران سفر کرد. تقریبا من 10 ماه بعد برگشتم ایران و ایشون اومدن ایران و هماهنگ کردن با استاد خیراندیش ویزیت بشن. از دانشجوی ما بود، یه همچین گزارش رو مطرح کرد، گفت همچین کسی هست، هیچ وقت نمیتونست غذا نگه داره، برمیگردوند. از طریق سرم این چیزا خودش رو زنده نگه میداشت، چون سردی معده‌اش بیش از حد بود. بعد معده رو گرم می‌کردیم. صبح سحر شد، ساعت 5-6 صبح بود، دیدم لیست مادر بچه به من زنگ زد با گریه که آره عکس سالی از خواب بیدار شده و گفته که آیم هانگری. اون چه اتفاق افتاد خیلی عجیب بود. پسرم اولین بار از زمان تولدش از دستم غذا گرفت. وقتی یه تیکه نون سنگک رو دید شروع کرد به خوردن. داروی ایشون یک قاشق مربخوری بارهنگ داخل یک لیوان عرق نعنا 10 دقیقه بجوشنه و بخور. تمام. در عرض چند روز حتی میتونست بستنی بخوره. این برای من باور نکردنی بود. آقای خیراندیش زندگی سالی رو نجات داد. اون حیرت انگیز بود. حسین خیراندیش که به اتهام دخالت در کار پزشکان تحت تعقیب وزارت بهداشت قرار گرفته و فعلاً با وثیقه آزاد شده، توانسته بود با راه حلی ساده سالی را به حالت عادی بازگرداند. این همون چیزیه که اون برای درمان پسرم استفاده کرد. 3-4 قطره عرق نعنا در آب جوشونده و همراه عسل و بارهنگ. اینا همه مشکلات پسرم را از بین برد. اطرافیان سالی که پیش از این برای درمانش $100,000 هزینه کرده بودند بدون اینکه به نتیجه ای برسند، درمان ساده سالی را شبیه معجزه می دانند.
اون مجبور بود تا آخر عمر در رخت خواب با لوله و سرنگ غذا بخوره، در حالی که امروز کاملا سالم و مثل بقیه بچه هاست. بچه ای که پزشکا او رو به سطل آشغال انداخته بودن و گفته بودن هیچ وقت نمیتونه مثل آدمای عادی زندگی کنه. این بیشک شبیه معجزه است. اون فقط به پوست و رنگ و روی سالی نگاه کرد و بیماری رو تشخیص داد بدون اینکه او رو به آزمایشگاه بفرسته. خواهر من صدها هزار دلار برای درمان پسرش خرج کرد. این پول رو به پزشکایی داد که کارشون از بین بردن سالی بود. خانواده ثروتمند نیوزلندی آمادگی خود را برای ساخت مؤسسه طب سنتی ایرانی اسلامی در کشورشان اعلام کرده اند. اگه ایشون نمیتونه در ایران تخصص خودش رو به کار ببره، نباید این استعداد هدر بره. من تمایل دارم که ایشون مؤسسه‌ای در نیوزیلند تأسیس کنه و طب سنتی رو به پزشکای ما درس بده. این مطمئنن با استقبال مردم ما روبرو میشه. اینجا در جوار امامزادگان باغ فیض تهران همان جاییست که حسین خیراندیش و همکارانش تا اردیبهشت امسال بیماران را با طب سنتی معاینه و درمان می کردند. مؤسسه ای که سالی سرانجام از اینجا سالم به خانه‌اش در نیوزلند برگشت. این مؤسسه حالا به علت شکایت وزارت بهداشت پلم شده، اما ممکن است روزی درهای آن به روی بیمارانی از سراسر جهان باز شود.